با درود و سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون آریا، من رضا هوشمند هستم و با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی هفته در خدمتتون هستیم. مهمان این هفته برنامه ما آقای اسماعیل پور هستن، از فعالان اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی در داخل کانادا که برای فعالین اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زیاد احتیاج به معرفی ایشون نیست، اما از جایی که ممکنه بخشی از بینندگان تازه تشریف آورده باشند به این شهر و یا به جامعه ایرانی کانادایی پیوسته باشند، نیاز به معرفی ایشون هست که یکی از نامزدهای مهاجر نمونه سال گذشته کانادا بودند. من برای اینکه نخوام دخل و تصرفی در معرفی ایشون کنم، میخواستم از خودشون خواهش کنم بدون هیچ مقدمه ای که خودشون رو معرفی کنن و راجع به فعالیت هاشون این هم شروع کنن به توضیح دادن. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آریا، و من هم خیلی خوشبختم که امروز میتونیم در خدمت شما و بینندگان تلویزیون و هموطنان ایرانی کانادایی، چه در کانادا چه در نقاط دیگه‌ای که تلویزیون آریا رو میبینم باشیم. من کیقوباد اسماعیل پور هستم، بک‌گراند تحصیلی مهندسی برق و مدیریت پروژه بوده. در کانادا تجهیزات پزشکی خوندم و مدیریت پروژه، و یه چیز حدود 15 ساله که به کانادا اومدم همراه خانومم و دختر خانومم، که اون روزی که اومدیم فکر کنم 5 سالش بود و هنوز مدرسه نرفته بود، و امروز 19 سالشه و ترم دیگه مسترش رو تموم میکنه. سلامتی. روند در واقع زندگی هاست که اینجوری ادامه پیدا میکنه. بله، سلامتی. در رابطه با فعالیت های اجتماعی و سیاسی داخل کانادا برای جامعه ایرانی، خب تا اونجایی که اکثر دوستان اطلاع دارن، یه مؤسسه‌ای به اسم سیویک اسوسییشن رو شما حدود 6 سال پیش تأسیس کردید و شروع به فعالیت کردید. میخواستم راجع به این سیویک اسوسییشن یه مقدار توضیحات بیشتری برای بینندگانمون بدید. خواهش میکنم. سیویک اسوسییشن آف ایرانیان کانادین، در واقع کانون همکاری های اجتماعی ایرانیان، سازمان نهاد اجتماعی و سیاسی بود که 6 سال پیش در بریتیش کلمبیا تأسیس شد با همکاری چند نفر از دوستان، و هدف در اون مجموعه این بود که جامعه ایرانی کانادایی که به عنوان یک جامعه مهاجر نوجوان، در واقع جوان تلقی میشه در کانادا، و موفقیت های زیادی تو زمین های اقتصادی، تحصیلی و غیره داره، بیاد تو زمینه های اجتماعی سیاسی هم مشارکت داشته باشه. و این مجموعه رو ما با هدف آموزش و اطلاع رسانی به جامعه ایرانی شروع کردیم، و از 6 سال قبل، از سال 2002 به این طرف، ما فعالیت هایی که داشتیم تشویق آدم ها و هم شهروندان به مشارکت در انتخابات ها، از انتخابات های شهرداری ها، انتخابات های استانی و فدرال، شرکت در شوراهای شهر یا کمیته های شهری شهرداری ها، و همه فعالیت های دیگه ای که یک جامعه دموکراتیک در واقع بر پایه اونهاست که پیش میره و قدرت توزیع میشه و شهروندان نقش پیدا میکنن. این در واقع هدف اولیه بود که کانون همکاری اجتماعی ایرانیان رو متأسیس کردیم و در ظرف این 6 سال به این فعالیت ادامه دادیم. مطمئنم مثل هر فعالیت اجتماعی دیگه خب مشکلات زیادی هست، خصوصا با توجه به اینکه جامعه ایرانی هنوز تو مرحله انطباق پذیری بیشتر با جامعه کانادایی هستش و یا جامعه ایرانی با اکثر جامعه میزبانشون. مشکلات سازمان های ایرانی
و نقطه مثبتاشون، نقطه منفیاشون رو شما تو چی میبینید و چطور ارزیابی میکنید؟ من اولا راجع به کانون همکاری اجتماعی ایرانیان بگم و مشکلاتی که ما باش روبرو بودیم. اولین مسئله ای که در واقع تبادل نظر زیادی روش انجام شد تا تصمیم بگیریم این بود که این مجموعه اصلا سیاسی باشه یا نه. سیاسی کانادا، ما طی صحبتمون به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه بتونیم من شهروند و شمای شهروند در جامعه کانادا با هم کار کنیم تو مسائل اجتماعی سیاسی کانادا، بهتره که تفاوت افکار و نظرات راجع به ایران رو کنار بذاریم. و به این خاطر یکی از اصول که ما تصویب کردیم به عنوان بایلا در کانون همکاری اجتماعی ایرانیان کانادا این بود که این مجموعه صرفاً برای مشارکت در مسائل اجتماعی سیاسی کانادا فعالیت میکنه و ما هیچ دخالت یا بررسی در مورد مسائل سیاسی ایران نخواهیم داشت. یک مسائلی که دیگه که ما باش روبرو بودیم این که مردم ضرورت مشارکت رو و اینکه چه منافعی براشون داره رو به اون شکل روشن نبودن. در واقع فکر میکنند یا فکر میکردند که خب توی کشوری اومدن، این کشور دموکراتیکه، حقوقی به عنوان شهروندی براشون قائل هست و جامعه امنیه، خب چه نیازی داره که بیان فرض کن وقتشون رو بذارن و درگیر مسئله‌ای بشن که احتمالاً در ایران از مسئله سیاست هم فرار میکردن. و یا این اولی مشکل بزرگ ما بود که ما اومدیم به فرهنگ کانادایی برگشتیم و نگاه کردیم دیدیم که یکی از ارزش‌های کانادایی مشارکته. یعنی اگر شما نگاه کنید از برابری، حقوق انسان‌ها و عدم تبعیض، یکی از اصولی که فرهنگ کانادایی، فرهنگ اجتماعی سیاسیش رو متبلور می‌کنه در واقع مشارکته و شرکت شهروندان در مسائل اجتماعی سیاسی. ما از این زاویه حرکت کردیم و تونستیم در واقع بسیاری از هموطنان رو با این مسائل آشنا کنیم. و من یادم میاد قبل از اینکه این مجموعه رو تأسیس کنیم، وقتی تو ستادهای انتخاباتی ما زنگ می‌زدیم به همشهریان، می‌گفتیم مثلا انتخابات شهرداری هاست، شما شرکت می‌کنید یا نه؟ می‌گفتن که خب ما برای چی باید شرکت کنیم؟ یا می‌گفتن که ما تا به حال رأی ندادیم به خاطر اینکه فکر می‌کنیم این انتخابات ما تأثیری نمیتونیم داشته باشیم. یا من یادم یه خانومی میگفت که بذارید من از دخترم که دانشجو اینجا هست بپرسم که ما شرکت بکنیم یا نکنیم. اینه که این مسائل بود که ما تو چارچوب فعالیتمون باش روبرو بودیم، ولی خوشبختانه الان جامعه به جلو حرکت کرده و میبینیم که جامعه ایرانی چند گام به پیش هست و این مسیر رو داره ادامه میده. من خودم خاطرم هست که یکی از اون نقطه های شروع سیویک اسوسییشن از اون جمعی بود که قرار بود راجع به دلایل عدم مشارکت جامعه ایرانی توی جامعه کانادایی مقالمر باش روبرو هست و دلایلش چی هست که در خدمت آقای اسماعیل پور و آقای دوستار و سایر دوستان بودیم و همون جا این استارت زده شد و به این نتیجه هم رسیده بودیم که قبل از حتی مسائل انتخابات جامعه ایرانی تو مسائل آماری هم حتی شرکت نمی کنه. اگه خاطرتون باشه که خب مشکلات زیادی هست. با توجه به این، یه اگر به صورت فشرده خیلی لطف کنید و واقعا مشکلات، تجربیات مثبت و منفی سایر سازمان‌های ایرانی با توجه به اون شناختی که خودتون دارید، چه
از جامعه ایرانی استان بریتیش کولومبیا و به خصوص ونکوور و شهرهای اقماریش و جامعه ایرانی تورنتو بزرگ که خوب و یا کبک و مونترال. بفرمایید برای اطلاع بیشتر همراهان و بینندگان عزیز. من بیشتر با بریتیش کولومبیا آشنا بودم هستم و سازمانهایی که اینجا فعالیت داشتن یا دارن خب با اکثرشون یا آشنایی نزدیک دارم یا اینکه تو هیئت مؤسسشون به یه شکلی در واقع بودم، مثل انجمن مهندسین ایرانیان بریتیش کولومبیا دو سال عضو بردش بودم یا کانون همکاری اجتماعی ایرانیان که مؤسسش بودم و خود جناب عالی هم در جریان اون بحثای قبل از تشکیلش بودید و از مشورتتون استفاده کردید، یا انجمن فرهنگیان بریتیش کولومبیا که ظرف 4 سالی که تشکیل شده الان خدمات ارزنده‌ای داشته و من 2 هفته پیش خبر شدم که کتاب فارسی 2 کانادا در واقع تدوین شده با محتوایی که بچه های ما بتونن فارسی اینجا بخونن. ولی وقتی برمیگردیم تو مجموعه های دیگه ای که بیشتر کار کالچرال میکنن، فرهنگی میکنن، یا گاهی حالا ما تو مسائل سیاسی رو گذاشتیم کنار، کاری به اون مسائل نداریم، ولی راجع به مجموعه هایی که میخوان کار اجتماعی بکنن معمولا با این مشکل روبرو میشیم که آدم هایی که میان جلو خب از جامعه بسته جامعه ایران اومدن و اصول و مبانی که تو این جامعه دموکراتیک هست و به اون شکل آشنا نیستن. به عنوان مثال همین هفته پیش بود که ما داریم یه کانون متخصصان بهداشت و درمان بریتیش کولومبیا رو به همراه جمعی از دوستان تأسیس میکنیم. خب دوستان میپرسیدن که بر اساس چه قانونی قراره این مجموعه کار کنه. خب توی مملکت بسیاری ظرف 150 سال که کانادا از تأسیسش میگذره بسیاری کارها شده که قرار نیست ما بیام از اول این کار رو انجام بدیم. مثلا برای انجمنهای غیر دولتی یا NGO ها اساسنامه جنرالی هست که میتونن هر 5 نفری که بخوان یه مجموعه تأسیس کنن از اون استفاده کنن و بر اساس قوانین اون پیش برن. ولی جامعه ما، جامعه ایرانی، خب با این مسائل کمتر آشناست و همین خاطر ما میبینیم که دوستانی که علاقمندن فعالیت داوطلبانه چه در سطح کامیونیتی خودشون چه در سطح کانادا انجام بدن، مثلا میبینید هیئت مدیره تشکیل میشه و بعد میان میگن که مثلا رئیس هیئت مدیره 2 رأی داشته باشه، بقیه اعضای هیئت مدیره 1 رأی. یا بعضی از هیئت مدیره بعضی از سازمانامون رو میبینید که تقریبا موروثی است. البته من خیلی خوشحالم بعضی هیئت مدیره ها رو میبینم که اصلا بایلایی گذاشتن که هر 2 سال یک بار باید تغییر کنن و هیئت مدیره قبلی حداقل تا چند دوره نمیتونن دوباره رئیس هیئت مدیره بشن. این به خاطر اینه که گردشی باشه، گردش ایجاد بشه، به قول معروف خون تازه بیاد تو این سیستما. یا یه مشکل دیگه که من میبینم، حالا این مسئله رو آشنایی که با سازمان‌های اجتماعی تورنتو و کبک هم دارم و این خصلت مشترکیه من فکر میکنم بین همه سازمان‌های اجتماعی ما که ما سلف سنتریسم هستیم، به قول یکی از محققان معاصر ایرانی که این جمله رو به کار میبره، یعنی در واقع ما به یک شکلی، من نمیخوام احصایه ادبی به کسی کرده باشم، ولی به یک شکلی ما همیشه میخوایم خودمون رو مرکز قرار بدیم و بقیه رو زیر چتر بگیریم. نمونهش این میشه که مثلا ما میایم یه سازمانی رو تشکیل میدیم با نام فرض کنید کنگره ایرانیان کانادا، در ونکوور 2 داریم، در تورنتو 1 کنگره ایرانیان کانادا داریم که اینا مجموعه هستن که به طور استانی ثبت شدن
ولی وقتی نگاه میکنی همه تو اساسنامه هاشون میارن که ما کل کانادا رو پوشش میدیم. خب کانادا کشوریه که از این سرش تا اون سرش 7000 کیلومتر فاصله است. ما استان بریتیش کلمبیا یه چیزی حدود 1200 کیلومتر از جنوبش تا شمالش هست. خب عملا به لحاظ جغرافیایی چطوری میشه فرض کنیم مجموعه ها فدرال کار کنند؟ ببینید تشکیلات هایی هست که به طور فدرال کار میکنند. مهاجرینی که سالهای قبل مثلا چینی ها یه چیزی بیش از 150 سال پیش به کانادا اومدن، یا هندی ها بیش از 150 سال قبل، ولی جامعه مهاجر ایرانی که جامعه مهاجر جوانی هست که حد اکثر 30 سال عمرش هست، این حرکت ها به نظر من یه مقداری براش مشکل آفرینه و بهتره که ماها بیایم تو محل هایی که کار میکنیم، زندگی میکنیم، این سازمان ها رو ایجاد کنیم، پیش بریم و بعد به مرور اگر قرار گسترشی داشته باشیم گسترش داشت. این مسائلی هست که من فکر میکنم سازمان های اجتماعی ما دارن و باید به مرور در واقع در جد رفعش کوشش بشه. من اونجوری که از صحبتاتون متوجه شدم خود سازمان های اجتماعی نیاز به انطباق پذیری بیشتر با جامعه کانادا دارن و اصولا این حالت. ببینید حالا اشاره‌ای که کردید و یا اینکه اصلا از سیستم فدرالی خود کشور حاکمه الگو نمیگیرن، چون سیستم فدرال خود کشور شما استان‌ها استقلال عمل دارن تو خیلی از زمینه‌ها، در کنار اینکه توی زیر مجموعه بزرگ سیستم فدرال هم به هر صورت هماهنگی‌ای هم با سایر بخش‌های کشور دارن، ولی استقلال عملشون رو هم دارن. ولی خب متأسفانه این الگو توی سازمان‌های اجتماعی ایرانی هنوز درست رعایت نشده و حالت پدرسالارانه یا خود مرکز بینی و اینها رو متاسفانه داره به یدک میکشه. خب زمان هم میبره. منتها خب همونجوری که اشاره کردید از سال گذشته یه انتخاباتی که برگزار شد جامعه ایرانی یه گامهایی رو به پیش برداشت و یکی دوتا نماینده به سطح فدرال انتخابات پارلمان فدرال رسوند. قبلا هم ما نمایندگانی داشتیم که در سطوح استانی توی کبک و توی اونتاریو بودند و یا تو همین بی سی فعالیت های زیادی تو زمینه های انتخابات شهرداری ها و اینها بوده و فعالیت هایی هم شده. با توجه به این مسائل یه مروری میخواستم خیلی مختصر نسبت به فعالیت جامعه ایرانی از انتخابات پارسال که اواخر سال گذشته، اواخر 2015 20 نوامبر بود، تا اواخر امسال رو از شما بشنویم و مشارکت کنید با بینندگانمون. من فکر میکنم اگر یه مقداری عقبتر برگردیم جالبتر خواهد بود. ببینید اگر یادتون باشه انتخابات شهرداری های دو سه دوره قبل در سه تا شهر بریتیش کلمبیا ایرانی ها کاندیدا داشتن، یعنی کاندیدای ایرانی تبار. وقتی میگیم کاندیدای ایرانی تبار یک نکته رو دقت داشته باشید، ما به عنوان کامیونیتی ایرانی، شهروندان ایرانی اومدیم در این کشور و در کنار یه چیزی حدود 180 ملیت دیگه اومدیم و کانادا رو انتخاب کردیم برای زندگی. خب ما وقتی تو این جامعه زندگی میکنیم باید به شکلی رفتار کنیم و عمل کنیم که ما اومدیم که این جامعه رو بسازیم، بارورش کنیم و در کنار شهروندای جوامع دیگه که از آفریقای جنوبی تا ایرلند تا کلمبیا هستند ما اینجا دست به دست هم بدیم و این جامعه رو، این خانه رو بهتر برای خودمون بسازیم. خب جامعه ایرانی یه مقداری هنوز تو اواسط راهه و این مسیر رو که براش جا بیفته اینجا زندگی داره میکنه، حس کنه که این خونهشه و اینجا رو باید بسازه، هنوز اون احساس رو پیدا نکرده و خب این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. ولی از اون نقطه ای که ایرانی حس کرد که این خونه ای منه، بنابراین باید کوچه‌شو
خونش و مدرسهش و کتابخونش رو بسازم، اون نقطه ای که این جامعه شکوفا میشه و شما میبینید که یه سری ایرانی میان توی شورای شهر مثلا کاندید میشن. من برمیگردم به 7 سال 8 سال قبل. بعد این حرکت ادامه پیدا میکنه در استان اونتاریو، آقای دکتر موریدی به نمایندگی پارلمان اونتاریو و آقای دکتر امیر خدیر به نمایندگی اسمبلی کبک انتخاب میشن. اینا نقاطیه تو حرکت جامعه ایرانی. و بعدن هم آقای دکتر موریدی به عنوان وزیر تحقیقات و ابداعات انتخاب میشن و اینا همه حرکتایی که باعث میشه که این جامعه متوجه بشه که باید بیاد توی میدون، توی میدونی که اینجا ازش استقبال میشه، اینجا این کار سیاسی تلقی میشه، ولی سیاسی که در واقع به یه شکلی مسئولیت آدم هاست در مقابل اون حقوقی که بهشون داده میشه. من یادم قاضی وات از قضات مهاجرت کاناداست که معمولا مراسم سیتیزنشیپ رو برگزار میکنه، توی یکی از مراسم خیلی جالب عنوان کرد، یک سکه کانادایی نشون داد، گفت که این سکه دو رو داره، آر ان آر، یک سمتش ریسپانسیبلیتیه، یک سمتش رایتسه. یعنی شهروند وقتی میاد اگر انتظار داره که حقوقش در واقع تامین بشه تو این سیستم، اون روی سکه در واقع مسئولیتاشه. و مهمترین مسئولیتی که من فکر میکنم یه دولت دموکراتیک انتظار داره مشارکت مردمه. اینا مفاهیمیه که باید بره تو جامعه نوع ما و مردم بیان مشارکت پیدا کنن و بتونن تا از این مسیر بتونن مدارای بیشتری داشته باشن، بتونن عقاید همدیگر رو تحمل کنن و این جامعه در واقع توسعه پیدا کنه. بسیار خیلی ممنون، چون اشاره خوبی کردید به تناسب حقوق شهروندی و حق حقوق آزادی ها به هیومن رایت چارت کانادا و همچنین مسئولیت های شهروندی که به قول معروف یه دو جزء تفکیک ناپذیر هم دیگه هستن. من فقط در جهت تکمیل صحبتاتون یه اشاره هم بکنم که تو استان بریتیش کلمبیا خانم شقاقی هم اگه خاطرتون باشه سال 2008 بود، 2008 دو سه دور قبل نماینده تو سطح انتخابات فدرال بود تو نورت ونکوور بعد و این جزء فعالین اجتماعی بودن و اینها. و یکی این کلا با توجه به این فعالیت هایی که شما دارید، چون شما شخصا حالا رشته تحصیلیتون هم مهندسی برق بوده، فعالیت های اجتماعی و این چیزا هم با این همه گستردگی دارید، ولی جزء پزشکان بدون مرز هم هستید، از تجربیاتتون، مشکلاتت، اصلا انگیزتون واقعا برای پزشکان بدون مرز فعالیت کردن و اینها رو دنبال، یعنی بیشتر چجور میبینید این رو بیشتر با ماها به مشارکت بگذارید؟ من اولا خب خانومم پزشک بوده، خب یه مقداری با این فیلد آشنا هستم. خودم هم وقتی به کانادا اومدم فیلد تجهیزات پزشکی رو رفتم برای ادامه تحصیل انتخاب کردم و سابقه کاریم هم تو زمینه تجهیزات پزشکی تو بیمارستان‌ها و مرکز تحقیقاتی کانادا بوده. بعد از اون که این سری کارهای اجتماعی رو در واقع تو جامعه خودمون تو کانادا داشتیم، من فکر کردم که اگر فرصتی باشه که من بتونم جاهای دیگه دنیا رو هم ببینم و ببینم که جوامع دیگه در واقع چطوری با هم کار میکنن. سازمان‌های اجتماعی زیادی من شنیده، من خب تو آفریقا دارن کار میکنن، سر تا سر دنیا، توی آسیا، خب این فرصت بی‌نظیری خواهد بود. من پیگیرش بودم، با مدیسن سان فرانتیه یا دکترز ویدوت بوردر آشنا بودم، به یه شکلی همکاری ها گاهی کارهای داوطلبانه داشتم براشون و یه فرصتی پیش اومد که من بتونم در ظرف بیش از یک سال باشون ماموریت هایی در آفریقا و آسیا از پاپا نیوگینی گرفته تا پاکستان، تا اردن، تا زیمبابوه، ساوت آفریقا، موزامبیک و این کشورهای دیگه داشته باشم و این
من فکر میکنم فرصت بی‌نظیری بود برای خود من بله. چون من قبلا حدود 40 تا کشور دنیا رو خودم مسافرت رفته بودم که با شخصی بله. رفته با خانواده معمولا بله. کوله رو مینداختیم با خانم و دخترم و مثلا 13 تا کشور رو پلن میکردیم و میرفتیم میدیدیم بیشتر بکپکی بکپکی حالا ترکیبی از هر دو سه تا بله درسته آره و این من فکر میکنم خوشبختی بود که من داشتم که هم دخترم هم خانمم هم مایل بودن و علاقه مند بودن که فرهنگ های دیگه جوامع دیگه ارزش های دیگر رو ببینن و بشناسن ولی این فرصتی که تو پزشکان بدون مرز برای من به وجود اومد من تونستم اونجاها کار کنم با این آدما و با آدمای فوق العاده بی‌نظیری که از سرتاسر دنیا به عنوان داوطلب اومده بودن و مثلا در یه جایی مثل کویت پاکستان در بیمارستان نوزادان کار می‌کردن آشنا بشم مثلا پزشکی خانم پزشکی که از استرالیا متخصص کودکان بود و از استرالیا میمد در یه نقطه‌ای که منطقه در واقع طالبان بود عملاً چمان و ما از توی خود بیمارستان اجازه نداشتیم هیچ جای دیگه بریم ظرف مثلا دو ماهی که فرض کن اونجا بودیم و این آدم ها از سرتاسر دنیا میمدن که به انسان ها کمک کنن و کار کنن و این برای من فوق العاده جالب بود آره یک نکته که من فکر کنم جامعه ایرانی باید رو با این نگاه بیاد تو جهان اینه که خب دنیا داره همه به هم کمک میکنن دنیا دارن یه مفاهیمی رو به هم برای هم دیگه به اشتراک میذارن مثل برابری مثل کمک به انسانیت مثل خب ما هم که از قدیم فرهنگمون بوده مهمان نوازی حقوق بشر انسانها جامعه های ما که اومده الان تو کشورهای دیگه هم داره گسترش پیدا میکنه این دیدگاه که اینا بیان و برگردن به جامعه جهانی تو نقاط مختلف کمک کنن این ارزشمنده و من توی این مجموعه دیدم که انسان‌های با ارزشی هستند که اصلاً براشون مهم نیست که کدوم کشور به دنیا اومدن و الان کجا دارن خدمت میکنن یعنی فقط منتظرن ببینن که فرض کن لاوس، نیجریه، کولومبیا کجا اولین نیاز رو مثلا به پزشک جراح داره و این پزشک جراح که اتفاقاً یکی از ایرانی‌ها خدمت میکرد در سودان جنوبی ایشون ظرف دو هفته خودش آماده کنه و بره اونجا کار داوطلبانه بکنه اینه که این دیدگاه های جدیدی بود که نسبت به کار داوطلبانه نسبت به کمک به جوامع دیگه آشنا شدن به فرهنگ های دیگه منو تشویق کرد که به این مجموعه بپیوندم بسیار عالی بسیار عالی من صحبت که زیاده و منتها فرصت کم متاسفانه یعنی که میخواستم ازتون خواهش کنم برای واقعا اینکه جامعه ایرانی بیشتر مشارکت کنه بیشتر حضور داشته باشه فقط حضورش اقتصادی نباشه چون یه برنامه دیگه هم داشتیم با تعداد دیگه از فعالین اجتماعی یه اشاره خوبی اونجا شد که بخش از جامعه ایرانی مثلا میره برای اینکه بچهش توی کچمنت و توی منطقه یه مدرسه خاص باشه به جونش یه مورگیج و یه وام خیلی بلند مدتی رو میخره که بچهش توی فلان مدرسه خاص باشه برای اینکه موفق بشه ولی حاضر نیست به انجمن اولیا مربیان اون مدرسه یه سر بزنه توی جلسه ای بره این یه مقدار تناقضایی داره شما میخواستم به عنوان یه فعال اجتماعی که با این مشکلات به صورت ملموس روبرو هستین پیامتون واقعا به عنوان آخر پیامتون چی هست که جامعه ایرانی رو واقعا تو این زمینه چجور میشه بارور کرد و چجور میشه غلبه کرد به این روحیه عدم مشارکت به نکته خوبی اشاره کردید من یادم سال 2009 یا 8 بود که من در کمیته ترافیک سیفتی شورای شهر برنابی به عنوان نماینده سیتیزنا کار میکردم و نکات ارزنده اونجا یاد گرفتم وقتی مطرح کردم با تعدادی از نمایندگان شورای شهر که ما همچین مجموعه میخواییم بزنیم که جامعه ایرانی بیاد مشارکت بیشتری داشته باشه نماینده‌ای که
از هندوستان اومده سالیان سال پیش و نماینده دیگه ای که فکر میکنم 60 سال پیش از ایتالیا اومده بود خانوادهش، یه نکته جالبی رو گفتن. گفتن جامعه ما یعنی ایتالیایی ها و هندی ها بیش از 100 سال طول کشید تا ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه از مواهب این جامعه استفاده کنیم باید بیایم متشکل بشیم و تو جوامع، تو سیستمای اجتماعی سیاسی اینجا مشارکت داشته باشیم. میگفتن که جامعه ایرانیان که عمر مهاجرتش تو کانادا یه چیزی حدود اون زمان مثلا 20 سال 25 ساله، این یک حرکت واقعا موفق خواهد بود و مسیری رو که ما بیش از 100 سال طول کشید تا بپیماییم شما دارید الان شروع میکنید. من فقط این پیامو میدم و این نکته رو از اون دو تا نماینده شورای شهر محترم که کمک‌های فکری زیادی هم به ما کردن بگم. این دو نفر به ما گفتن که جامعه‌ای که متوجه بشه مشارکتش میتونه منافع هم اقتصادی هم اجتماعی هم سیاسی هم هویتی براش بیاره، این جامعه این کار رو ادامه میده و تو این جامعه در واقع اون کامیونیتی توسعه پیدا میکنه. بنابراین این هم وطنان این هم شهریان هم بهتره بیان آشنا بشن. تا شما تو اون کمیته های پی ای سی Parent Advisory Committee فکر میکنم باشه شرکت نکنی نمیدونی که یک مدرسه چطوری اداره میشه، مشکلاتش چیه. ما بهتره که از همین نقاط کارمون رو شروع کنیم، چه تو مدرسه، چه تو شوراهای شهر، کمیته های شورای شهر، چه تو انتخابات آمار، چه تو آمار اطلاعات درستی بدیم تا بعد بتونیم در واقع از اون بخشی که در واقع میشه حقوق شهروندی هم استفاده بتونیم بکنیم. من یه گفتم مطلب آخر ولی یه نکته یادم اومد که میخواستم اشاره کنم، چون میدونم که سیویک اسوسییشن یه بخشایی از این اطلاعات و اینها رو آمار رو از طریق نظرسنجی ها میگیره. الان شما یه نظرسنجی میدونم که در دست تهیه دارید و میخواهید که روش اقدام کنید و به عنوان یه شهروند، حالا اگر میخوام بپرسم ببینم که بینندگان شاید پرسششون این باشه که خب این نظرسنجی چه اثری داره، این کجا میره، به چه شکلی پروسه میشه و چه اثری من میتونم با پر کردن این نظرسنجی ها توی مشارکت بیشتر جامعه داشته باشم. من یه توضیح بدم. یکی از پروژه‌هایی که کانون همکاری اجتماعی ایرانیان از پارسال داشته و ادامه میده امسال، برآورد در واقع نیازها و انتظارات جامعه ایرانیان بریتیش کلمبیا از دولت استانه. این یکی از پروژه‌های ماست. ما یه سروی تهیه کردیم که میتونید تو وبسایتمون یا رو فیسبوکمون نگاه کنید. وبسایت ما هست www.civicic.com و این پرسشنامه رو که 22 تا سوال از شما شده از شهروندانی که در بریتیش کلمبیا هستن سوال شده که بیان نیازها و مهمترین اولویتاشونو که الان من میتونم نشون بدم اعلام کنن تا دولت بریتیش کلمبیا بدونه جامعه ایرانی در بریتیش کلمبیا چه نیازهای خاصی داره. این پرسشنامه با سوالاتی راجع به این که محدوده سنی شما چقدره، چه مدت هست در کانادا هستید، مدرک تحصیلی شما در چه حدی هست و کدوم مسئله مهمترین مسئله است برای شما شروع میشه. و جالبه بدونید نتیجه های که این ارزیابی داشته تا همین الان هم فوق‌العاده جالبه. مثلا من نگاه میکردم در بخشی که میگه سطح تحصیلاتی شما چیه، 67% سطح بالاتر از لیسانس و فوق لیسانس داشتن. خب شما نگاه کنید جامعه‌ای که کوالیفیکیشن یا کیفیت تحصیلاتش به این شکل باشه، خب وقتی که شما آمار و اطلاعاتی به دولت ارائه بدی، اون دولت اکانتبل، دولت پاسخگو،
فکری میکنه براش، شما رو میبینه، میبینه که این جمعیتی که اینجا هستن، وقتی فرض کن از 100 نفری که اومدن 67 تاشون تحصیلات بالاتر از فوق لیسانس و دکترا داشتن، خب پس این یه جامعه‌ای که باید بهش نگاه کنه، باید ببینه این فرصت‌ها رو در واقع ازش استفاده کنه. که تو همین رابطه ما، من یکی از اعضایی بودم که انجمن متخصصان بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا رو همین دو هفته پیش استارتش رو زدیم که تأسیس بشه و از همه پزشکا، دندون پزشکا، داروسازها، نرس‌ها و تکنولوژیست‌ها دعوت کردیم که بیان تو این مجموعه جمع بشن تا این مجموعه بتونه فرض کن به دولت بریتیش کلمبیا یا دولت کانادا بگه ما این تعداد پزشک داریم که اومدن اینجا، اینها در واقع سرمایه هایی بودن که جای دیگه تحصیل کردن و اومدن و شما استفاده کنید. این که سوال دیگه که این پرسشنامه ها و نتایجش کجا میره، ما در جلسه ای که 21 ژانویه داریم با دولت بریتیش کلمبیا، نتایج این پرسشنامه رو که به اونها اعلام میکنیم و در جلسه ای که شهروندار هم دعوت میکنیم تا اونجایی که امکانش باشه در اون جلسه باشن، این مسائل و نکات و ملاحظات جامعه ایرانی رو با دولت بریتیش کلمبیا در میون میذاریم و از اونها میخواییم که در واقع به اینا توجه کنند. من فقط یه نکته رو بگم، در یه نکته دیگه که میگیم که اگر شما یک مقام رسمی دولت بریتیش کلمبیا از شما بپرسه مهمترین مشکل شما چیه، یه چیزی حدود 56% گفته بودن شناسایی مدارک تحصیلی و ارزش‌های تحصیلی که ما داشتیم یا اینکه مسیر رو روشن کنه. خب ما اینو به عنوان یک خواسته جامعه ایرانی به دولت اعلام می‌کنیم و از اونجایی که دولت در کانادا، در سیستم اجتماعی سیاسی کانادا دولت پاسخگو هست، مطمئناً به این مسائل و به این نظریات توجه داره و پاسخ میده. این هدف ما در واقع از ارائه این پرسشنامه و خواستن درخواست از مردم برای پر کردن اون هست. بله، خیلی ممنون از حضورتون. من فقط یه اشاره‌ای هم برای هممیهنان داشتم که وقتی صحبت از پرسشنامه در سطح استانی میشه، ما در نظر بگیریم که اینجا به دلیل تفکیک مسئولیت ها و وظایف دولت ها در سطوح مختلف، مثلا مسئله مهاجرت به مسئله استانی مربوط میشه، ولی بسیار بسیار سطح نازلیش، اساس سیاست گذاری مسئله مهاجرت یا مسئله روابط خارجی یا مسائلی از این دست به دولت فدرال مربوط میشه. پس ولی بی دلیل نیست که 56% یا 60 نزدیک به 60% بیشتر خواستهاشون رو بحث ادویکیشن و تحصیلات و اینا، چون این تو محدوده استانی هست و خواهشن این پرسشنامه ها رو با توجه به این قضیه دوستان اگر لطف میکنن و میخوان مشارکت بیشتری داشته باشن در نظر بگیرن این موضوع رو. و خیلی هم ممنون از حضور شما و تا برنامه دیگر و تا گفتگوی هفته دیگر. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از شما جناب هوشمند و از تلویزیون آریا که با بردن این گفتگوها به بیرون مردم باعث در واقع توسعه و گسترش جامعه ما میشه تا مردم ما در کانادا بتونن بهتر زندگی کنن و از مواهب زندگی در این جامعه استفاده کنن. متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. متشکرم.